دکتر زاکر، تو گفتی که در قرآن هیچ اشتباه گرامری نیست، ولی من بیش از 20 اشتباه گرامری در گرامر عربی دیدم و چند تایش را برایت میگویم. ان الذين امنوا والذين هادوا والسابحون، در داخل سوره بقره و حج فرمودند ان الذين امنوا والذين هادوا والسابحين، کدامش درست است، سابحون یا سابحین؟ و همچنان او در سوره طه سوره 63 میگوید ان هذان لساحران، غلطه، ان هذین لساحران. آیا میتونی اینا جواب بدی؟ و خیلی اشتباهات زیادتری هم هست. برادر سوال خوبی کردن و من میخوام موافق باشن که هر 20 اشتباه رو مطرح کردن و اشتباهات از روی کتاب عبدالفاری است، درست است؟ بنام آیا قرآن معصوم است؟ الحمدلله ذهنم خوب کار میکنه. من همه 20 سوالت را با هم جواب میدم، بخاطر اینکه من کتاب رو خواندم و همه 20 سوال را با هم جواب میدم انشاءالله. نکته اول برادر، نکته اول که باید در نظر بگیری اینه که تمامی گرامرهای عربی از داخل خود قرآن کریم میآید. قرآن بزرگترین کتاب عربی است که زیادترین سطح ادبیات را دارد. تمامی گرامرهای عربی از داخل قرآن آمده است و قرآن کتاب گرامر است. و از اونجایی که قرآن کتاب گرامر است و تمامی گرامرهای عربی از داخل قرآن میآید، پس قرآن هرگز نمیتواند اشتباه داشته باشد. نکته دوم مثل اینه که بگی یک خطکش دارای اندازه‌گیری است و این اندازه‌گیری‌ها غلط است. غیر منطقی به نظر میرسه، نه؟ نکته دوم اینه که در بعضی از قبیله‌های عرب‌ها، حتی دکتر ویلیام هم با من موافق هستن که در بعضی از قبیله‌های عرب‌ها گرامر تبدیل می‌شود. مثلا در بعضی از قبیله‌ها یک کلمه که مؤنث است، در بعضی از قبیله‌ها این کلمه مذکر هم هست و در قبیله‌های عربی دستور زبان مدام تغییر می‌کند و حتی جنسیت هم تغییر می‌کند. خب تو قرآن رو با این دستور زبان معیوب مقایسه می‌کنی؟ نه. علاوه فصاحت قرآن بسیار زیاد است و خیلی برتر است. بعضی از کتاب‌ها هست که اگر در داخل اینترنت بری می‌بینی 10 اشتباه گرامری، 20 اشتباه گرامری، عبدالفاری 20 اشتباه گرامری در قرآن. آیا فکر می‌کنی دیسویان این اشتباهات را ساختن؟ کی این اشتباهات را ساخته است؟ مسلمانان، عالمان اسلام مانند شریف. و طوری است که گرامر قرآن خیلی بالاست و دستور زبان قرآن به حدی بالاست که با استفاده متعارف از زبان‌های عربی مغایرت دارد. و برای اثبات این که دستور زبان قرآن خیلی بالاست، آنها مثال زدن که من برایتون چند تا مثال میزنم که هر 20 سوال شما را جواب میدهد. مانند که در قرآن آمده است که قوم لوط علیه السلام پیامبر را رد کردند و دکتر ویلیام میگوید که قوم نوح آنها پیامبران را رد کرده اند و این اشتباه گرامری دارد و قرآن باید میگفت مردم پیامبر را رد میکردند نه پیامبران. و من با تو موافق هستم، با صد دانش و فهم درکی که ما از گرامر داریم میفهمیم اشتباه شاید باشد، ولی اگر تو کتاب های نوشته شده توسط عرب ها را بخونی میدانی که زیبایی قرآن چیست. چرا قرآن به جای گفتن پیامبران از کلمه پیامبر استفاده کرده است؟ میدانی چرا؟ به خاطر که ما میدانیم که هدف و پیام همه پیامبران یکی بود، که تنها یک خدا است و در مورد توحید الله. و با گفتن این که قوم لوط یا قوم نوح پیامبر را رد کردن، یعنی که غیر مستقیم آنها تمامی پیامبران را رد کردن. زیبایی فصاحت را ببینید، الحمدلله. و مشابه بهش مردمان دیگر میگویند که خداوند در قرآن میگوید کن فیکون، باشد و میباشد، باید میبود کن فغانه. آن موافقن که کن فغانه حالت گذشته کن فیکون است، ولی کن فیکون برتر است که میگوید خدا بود، هست و خواهد بود، گذشته، حال، آینده.